کتاب ابو مسلم خراسانی. با این حال ابو سلمه پنهانی با آل علی در تماس بود تا فرد شایسته ای از آنان را پس از صفاح به خلافت برساند، و این هم از چشم جاسوسان صفاح و منصور به ویژه پنهان نبود و آنان را در کشتن ابو سلمه شتاب زده تر می کرد. منصور این داستانها را پیوسته در گوش صفاح زمزمه می کرد و می گفت: تا این دوتن زنده هستن خلافت تو چون حبابی پراب است. با این حال صفاح زیر بار کشتن ابو مسلم نمی رفت، ولی از کشتن ابو سلمه با چیزهایی که از وی شنیده بود ابایی نداشت، آن هم به شرطی که ابو مسلم با آن موافقت نماید، زیرا از ابو مسلم به سختی می ترسید. منصور گفت: اگر اجازت باشد به خراسان به نزد ابو مسلم رفته او را راضی کنم و با او برای تو تجدید بیعت نمایم. برخی سران سپاه را با خود سازم تا اگر ابو مسلم را هوای دیگری در سر پدید آمد آنان با ما باشند. صفاح گفت: اندیشه این نیکوست، لیکن به تو هشدار می دهم که از خشم او برحذر باش، زیرا اگرچه بیشتر سرداران او از ما هستند، لیکن دیگر سپاهیان و به ویژه آنان که ایرانی هستند او را ستایش می کنند. منصور گفت: خاطرت آسوده باشد که من با رضایت او به نزد شما باز خواهم گشت. منصور بار سفر خراسان بربست و بدان سو ره سپار شد. چون به نزدیک مرو رسید، همه بزرگان شهر به دیدارش شتافتند و او را با جلال وارد شهر نمودند و در آستانه کاخ ابو مسلم و تنی چند از یارانش به او خوش آمد گفتند. منصور از اینکه ابو مسلم تا بیرون شهر به استقبال او نیامده بود ملول بود، لیکن جای گفتار نبود و در آستانه کاخ با او مصافحه نبود. ابو مسلم پس از این دیدار منصور را به کاخ دیگری فرستاد تا بیاساید و چند روز با او دیدار نکرد. پس از چند روز ابو مسلم به جای آنکه به دیدار منصور برود، او را به نزد خود خوان که این بار نیز نه منصور که برخی از نزدیکان او نیز خشمگین شدند، لیکن از ترس ابو مسلم سخنی بر زبان نراندند. چون منصور به دیدار ابو مسلم رسید، ابو مسلم با آوایی که چندان تمایلی از آن هویدا نبود گفت: مرا معذور دارید، در این چند روز به سختی گرفتار بودم. سلیمان ابن کثیر که در کنار منصور و نزدیک به ابو مسلم ایستاده بود، نتوانست خشم خود را فرو برد. به پشتیبانی منصور و اینکه ابو مسلم در حضور منصور دست از پا خطا نمی کند، از روی کین گفت: اینکه اینجا آمده گویا برادر خلیفه است و چون این رفتاری برادر خلیفه را نشاید. ابو مسلم از شنیدن این سخنان چنان خشمگین گردید که لرزه بر اندام اطرافیان افتاد و فریاد برآورد: خاموش باش مردک، چه کسی به تو اجازه داده در برابر من چنین سخنی بگویی؟ سلیمان ابن کثیر که حرارت تن منصور را در کنار خود حس می کرد و دلی پر از کین از ابو مسلم داشت گفت: اکنون برادر خلیفه حکم می راند و تو نیز باید که از او اطاعت نمایی. ابو مسلم بار دیگر فریاد برآورد که خاموش باش. سلیمان گفت: آوای قریش را که بیگناه گردن زدی هنوز می شنوم و نمی توانم خاموش. هنوز این کلام به پایان نرسیده بود که ابو مسلم جنبشی کرد و متعاقب آن چیزی در میان تالار بر زمین افتاد.
این سر سلیمان ابن کثیر بود که به یک ضربت شمشیر به میان تالار پرتاب گردید و پیکرش همچنان برپا ایستاده بود. وحشت بر آنان که گرداگرد تالار ایستاده بودن مستولی و نفسها در سینه حبس شد. هیچ کس حتی منصور یارای آن را نداشت که جنبشی کند یا سخنی بگوید. ابو مسلم که از خشم می‌لرزید فریاد برآورد نگهبان. در تالار باز شد و نگهبانان به درون ریختند. ابو مسلم فریاد زد: این سگ را ببرید و اینجا را از آلودگی وجودش پاک کنید. کار پاکسازی چنان به سرعت انجام گرفت که هنوز حاضرین به خود نیامده بودند. اندکی گذشت تا ابو مسلم و دیگران به خود آمدند و ابو مسلم حضار را از تالار بیرون نمود و سپس رو به منصور کرد و گفت: یا ابو جعفر، مرا معذور دارید. این نخستین بارش نبود که این مرد در برابر من می ایستاد و سینه سپر می کرد و خود او می دانست که من چه گرفتاری دارم. چندیست که زیاد ابن صالح جمعی را برگرد خود فراهم آورده و خود را خلیفه می داند. از سوی دیگر تنی چند از موبدان زرتشتی نزد من آمده و شکایت آورده ان که به آفرید نام خود را پیامبر می خواند و مریدان گرد آورده. در واقع سر قیام دارد و من این چند روز بدین کارها بودم و سلیمان خود اینها را می دانست. منصور موقع را مغتنم شمرده و گفت: یا عبدالرحمن، سلیمان یک بار بر تو خشم آورد و سرش را از تن جدا کردی. پس خلیفه چه کند که روزی هزار بار دوچار خشم می شود و کاری نمی تواند انجام دهد؟ ابو مسلم شگفت زده پرسید: چگونه؟ منصور گفت: مجاز نیستم که سخنی بر زبان آورم که یارای آن را نیز ندارم، زیرا تو را بس خشمین می بینم. ابو مسلم چهره را از هم گشود و گفت: مرا آن جسارت نیست که با برادر خلیفه درش بگویم. بر من منت نهاده و مرا از محرمان خود و خلیفه بدانید و هرچه می خواهد بگوید. منصور که زمین را مساعد می دید گفت: خشم خلیفه از رفتار و گفتار ابو سلمه است، زیرا او خود را از خلیفه فراتر می خواند. پیوسته بر زبان می آورد که من تو را خلیفگی دادم و هرگاه بخواهم بی اجازت کسی از تو باز می ستانم و چند بار برادرم خواست که او را تنبیه کند، لیکن به احترام تو از او دست برداشت و سخنانش را تحمل کرد. ابو مسلم ابروها را در هم کشید و گفت: آیا به راستی چنین است و او این سخنان را می گوید؟ منصور گفت: آری، سوگند یاد می کنیم. ابو مسلم اندکی در خود فرو رفت و خاموش ماند و منصور همچنان آرام به او می نگریست. سپس ابو مسلم گفت: من به تو می گویم هرگاه یک بار دیگر این سخن را بر زبان آورد، جانش در دست شماست و هرچه می خواهید بکنید. اگر دنیا را در آن هنگام در دست منصور می نهادن چنین شادمان نمی شد و با این حال خیشتنداری کرد و گفت: زنده او برای ما بهتر است از مرده او، زیرا از دانش او بهره می گیریم و هرگاه او را درست نشدنی یافتیم فرمان تو را به کار خواهیم بست. ابو مسلم به راستی نمی دانست که چه بگوید. او ابو سلمه را به خوبی نمی شناخت و تنها می دانست که مردی دانشمند و خوش سخن و بزلگوس و داماد ابن ماهان و شغل او چنان که می گویند سرکه فروشی است. اگر منصور راست بگوید حکم همان است و اگر دروغ بگوید چه؟ برای ابو مسلم امکان تحقیق در این زمینه نه درخور بود و نه عملی. منصور به آنچه میخواست رسیده بود و آنچه را که در پی آن بود از زبان ابو مسلم شنیده بود. اگر قرار باشد هر کس در برابر ابو مسلم قد علم کند کشته می شود، پس هر کسی بر ضد خلیفه قیام کند نیز باید چنین شود. این همان جوابی بود که منصور می‌خواست از ابو مسلم بشنود. بنابراین چون از پیش ابو مسلم بیرون رفت، درنگ را جایز ندانست و حاجب خود را فراخواند و فرمان داد تا پیکی سری برای او آماده نمایند تا نامه ای به کوفه به نزد خلیفه صفاح ببرد و به او تأکید نماید که این موضوع بایستی آنچنان پنهان بماند که هیچ کس از آن بویی نبرد. پیکندکی پس از آن بر اسبی تیستک آماده رفتن بود. منصور به او گفت:
چنان برو که کسی بر تو شک نبرد و گرفتار مأمورین ابو مسلم نشوی. چون به نزد خلیفه رسیدی بگو منصور گفت سلیمان ابن کثیر خطا کرد و ابو مسلم او را کشت و گفت و هر کس که خطا کند بایستی کشته شود، آری هر کس. چندین روز پس از آن پیک در برابر عبدالله صفاح ایستاده و می گفت که منصور گفته است که هر کس که خطا کند بایستی کشته شود. عبدالله دریافت که منظور منصور چه بوده. به همین خاطر پیک را پاداش داده و مرخص کرد و سپس عیسی بن موسی صاحب الشرطه را خواست و چیزی در گوشش گفت. سحرگاه یک روز سرد پاییزی در هوای نیمه تاریک ابو سلمه به قصد گرمابه از خانه بیرون رفت و چیزی به گرمابه نمانده بود که چند سیاهی از گوشه و کنار بیرون جستند. تا ابو سلمه خواست که به خود بیاید چند ضربت پیاپی شمشیر کارش را ساخت. مردمی که بر اثر فریاد ابو سلمه از خانه ها بیرون آمده بودند با پیکر خونالود و بیجان وزیر آل محمد، کسی که همه مال و دارایی خود را صرف خلافت بنی عباس کرده بود، روبرو شدند. صفاح که از کشته شدن وزیرش آگاهی یا فریاد برآورد و سخت نالید و فرمان داد تا قاتلان او را یافته و به کیفر برسانند و قاتلانی که هرگز شناخته نشدند. هدیه شوم. منصور چند ماهی را در خراسان به سر برد و پایه‌های خلافت خود را مستحکم نمود و بیشتر فرماندهان و یاران ابو مسلم را به سوی خود جلب نمود. لیکن با زیرکی تمام در هیچ کدام از ملاقاتها و گفتگوها سخنی جز نیکی ابو مسلم بر زبان نیاورد و سرانجام عازم کوفه شد. هنگامی که به کوفه رسید ابو سلمه به کلی از خاطره ها فراموش شده و کارها روال عادی را به خود گرفته بودند. جاسوسان ابو مسلم کارها و دیدارهای منصور را به او گزارش می کردن، لیکن در آن هنگام ابو مسلم به کار دیگری بود و چندان توجهی به منصور نداشت. اصولا ابو مسلم نه از منصور که از همه اعراب بیزار و متنفر بود. از همین رو همواره می کوشید که پیش اقوام عرب که در خراسان و ماورا اونر سگنا گزیده بودن اختلاف انداخته و آنها را به جان یکدیگر بیندازد. در واقع از این اختلاف اندازی هم شمار عرب‌ها را کم می کرد و هم کار خود را پیش می برد و این بود که چندان اعتنایی به منصور نداشت. ابو مسلم بیشتر در این اندیشه بود که در فرصتی مناسب قدرت را مجدداً به دست بگیرد. اما در آن هنگام گرفتاری دیگری پیش آمده بود که ابو مسلم به آن میاندیشید و آن قدرت گرفتن اخشید شاه فرغانه بود که با 100,000 سپاهی اراده حمله به خراسان را دارد. خبرآوران ابو مسلم به وی گزارش داده بودند که اخشید به سوی سمرقند به راه افتاده و از این رو ابو مسلم زیاد ابن صالح را که مردی شجاع و دلیر بود را فراخواند و به او گفت: با 50,000 سپاهی کارآزموده به شتاب به سوی سمرقند به راه بیفت و اخشید را از نزدیک شدن به سمرقند باز بدار. زیاد ابن صالح پس از تجهیز سپاه بیدرنگ به سوی سمرقند به راه افتاد و شبانه روز راه پیمود که مبادا دیرتر از اخشید به سمرقند برسد، زیرا در آن صورت گشودن دژ سمرقند کاری مشکل بود. لیکن اگر او زودتر به سمرقند می رسید و آن را می گشود، می توانست در حصار آن جای بگیرد و مانع از آمدن اخشید به سوی خراسان گردد تا ابو مسلم از راه برسد. اخشید که بیش از آن چند بار با کمک خان چین با مسلمانان جنگیده و هر بار شکست خورده و منهزم شده بود، این بار امید آن را داشت که بر مسلمانان پیروز شود، زیرا شنیده بود که دولت آل مروان از میان رفته و مروان خلیفه اموی کشته شده و دولتی به نام آل عباس به جای آن قرار گرفته. اخشید به این فکر بود که این دولت همچون کودکی که تازه به دنیا آمده و هنوز پا نگرفته و سپه سالار سپاه آل عباس نیز جوانی سرای زاده و از تجربه کافی برخوردار نیست. در واقع می شود او را به راحتی شکست داد، از این رو با تمام قوا قصد سمرقند و خراسان را کرد.
اخشید با خود میاندیشید باید پیش از رسیدن سپاه مسلمانان به سمرقند وارد آن شهر شود و حصار آن را محکم نماید. اخشید آنقدر در اندیشه شکست دادن ابو مسلم غرقه بود که از دعوت فغفور چین برای شرکت در این کار خودداری کرد. بران بود که به تنهایی ابو مسلم را شکست دهد و خراسان را تصرف کند و افتخار این کار را نصیب خود نماید. اما اخباری که در راه به او رسید او را ناامید کرد، زیرا شنیده بود که سپاه ابو مسلم به سرداری زیاد ابن صالح به سوی سمرقند به راه افتاده. بنابراین با یک حساب ساده دریافت که رفتن او با 100,000 سپاهی به سوی سمرقند سودی ندارد، زیرا یقیناً ابو مسلم پشت سر زیاد روان خواهد شد. پس بهتر آن دید که نخست از فغفور چین بخواهد که به یاری او بشتابد. زیرا در این صورت شکست سپاه مسلمانان حتمی بود و سپس سپاه را در شهر کش یا کش که موقعیت نظامی خوبی قرار داشت جای دهد و منتظر آمدن خاقان چین شود. شهر کش که آن را شهر بستر هم می گفتند در منطقه کوهستانی و بسیار خوشاب و هوا قرار داشت. یک سوی آن را رشته کوههای بلند فرا گرفته و سمت دیگر دشتی وسیع بود. رودی پراب از میان آن می‌گذشت و بیشتر شهر بین رود و کوه واقع شده و رود در آن زمان بسیار پراب و خروشان بود. در آن هنگام دو پل این سوی شهر را به آن سوی شهر متصل می‌کرد و اخشید سپاه را به دشت وسیع این سوی رود کشانید و اردوگاه را برپا کرد. به گونه ای که همه شهر پشت سپاه او قرار گرفته بود تا اگر در جنگ نتوانست پیروز شود به درون شهر رفته و پلها را پشت سر خود خراب کند. پس از آن نگهبانان و دیدبانانی در نقاط مختلف قرار داد تا آمدن سپاهیان مسلمانان و همچنین خاقان چین را گزارش نمایند. زیاد همچنان پیشاپیش سپاه میتاخت تا آنکه پدیدار شدن نمای کوههای سر به فلک کشیده نزدیک شدن به شهر کش را نوید میداد. رفته رفته نزدیک و نزدیکتر شدن تا آنکه سواد شهر همچون خطی سبز پردامنه کوه دیده میشد. زیاد و تنی چند از سردارانش بر بلندترین نقطه رفته و به شهر چشم دوختن و سپاه اخشید و اردوگاه او به خوبی دیده میشد. زیاد سپاه را به فاصله نیم فرسنگ پایین تر از قرارگاه اخشید و به کنار رود کشانید تا به آب دسترسی داشته باشند. آن قسمت دشتی پر از تپه و سنگهای بسیار بود که می شد از آنها به هنگام جنگ استفاده شایانی برد. ورود سپاهیان زیاد را خبرگزاران و جاسوسان اخشید به اطلاعش رسانیدند و او با مشاورانش به گفتگو نشست. همه آنها متفق القول گفتند که منتظر آمدن سپاه خاقان نشوند و تا سپاه دیگری برای زیاد نرسیده باید کار آنها را ساخت. زیرا شمار سپاهیان زیاد 50,000 نفر است و در حالی که سپاه اخشید 100,000 تن و دو روز را فرماندهان هر سپاه به بررسی یکدیگر پرداختند. زیاد می دانست درگیر شدن با سپاه اخشید که 100,000 نفر هستن کاری غیر عاقلانه است مگر آنکه حمله از جانب آنان باشد. این مسئله را با فرماندهانش در میان گذاشت. سرانجام قرار بر این شد که پیادگان پشت سواران قرار بگیرند و از درگیر شدن خودداری کنند مگر به حکم اجبار و سواران نیز طریق جنگ و گریز را پیش بگیرند. دشمن را به سوی خود به طرف دشت بکشانند و تیراندازان ماهر پشت تخت سنگ‌ها پنهان شده و به محض رسیدن دشمن آنان را به تیر ببندند. روز سوم جنب و جوش در سپاه اخشید دیده شد و دیدبانان زیاد احتمال حمله از جانب نیروهای اخشید را به او گزارش دادند. اونی سواران خود را فرمان آماده باش داد و چیزی نگذشت که نیروی منظم اخشید به سوی سپاه مسلمانان به حرکت در آمدند. جنگ سختی میان نیروهای اخشید و زیاد آغاز گردید و دو طرف با شدت تمام بر یکدیگر می تاختند. صدای چکاچک شمشیر و برخورد با سپرها و فریاد سواران و شیهه اسبان همراه با گرد و غباری که از زیر پای سواران و مردان جنگی که به هوا برمیخواست جهنمی به وجود آورده بود. دنیای
کتاب صوتی.